شرکت هواپیمایی فارس ایرقش یک شرکت کارگو هستش که تخصصش حمل بار هستش. دو فروند بوئینگ 747-281 اف کارگو داره. اینها رو با کمک کامیر افغانستان خریداری کردن. هواپیماهای تقریبا 34 یا 5 ساله‌ای هستند. این هواپیما بسیار تقریبا میشه گفتش پر سر و صدا هستن. این پروازاشون وقتی که این هواپیما پرواز میکنه توجه همه سرویس های نظامی و امنیتی جهان رو به خودش جلب میکنه، چون که کمتر موردی بوده که بار این هواپیما غیر نظامی بوده. این هواپیما تخصصشون حمل تسلیحاته، یعنی اصطلاحاً بارهای خطرناک که فارسیر قشم اینها رو استفاده میکنه. یک شرکتی متعلق به ماهانیر هستش. خلبانش خلبانای اصطلاحاً بوئینگ‌های 747 مسافری ماهانیر هستن، یعنی حتی داخل کابین هواپیما رو که شما نگاه میکنین تمام کیترینگ و لیواناش و مدارکش همه مال ماهانیر، اسمش رو بدنش نوشته فارسیر قشم. این هواپیما علاوه بر این که به سوریه تسلیحات منتقل میکنن، در این دو سال اخیر به روسیه موشک بالستیک هم کردن. پهپادهای شاهد اون اوایل هم میکردن قبل از اینکه در خود روسیه تولید بشه، شاهد 136 و 123 و اینها. اخیراً به سودان پرواز میکنن، تقریبا هفته یک پرواز به سودان دارن برای حمله تسلیحات، برای حمله مهمات، موشکایی که هستش. سودان اخیراً خریداری کرده پهپادها. سال 2023 هم که اینها به اتیوپی پرواز کردن، کلی تسلیحات منتقل کردن و تسلیحاتی که دولت اتیوپی خریده بود برای استفاده از جنگ داخلیش، و حتی به ونزوئلا اینها پرواز میکنند، پرواز داشتن. مواردی بوده از طریق سوختگیری در صربستان، کشوری هستش که هنوز رابطه خوبی داره با جمهوری اسلامی، اینها میرن اونجا سوخت میگن، یا از طریق تونس که درسته که رابطهش با عربستان و بعضی از کشورهای عربی خوبه، اما اونجا هم اینها توقف داشتن، سوخت گرفتن. این فارسیر قشمی که از اون شرکت‌های اقمالیشه. شرکت های بسیار زیاد دیگه این ماهانیر داره. شرکت های مثلا آژانس های مسافرتی داره. یک آژانس مسافرتی داره تخصصش خریداری بلیط برای پرسنل سپاه قدس هستش و همه بلیط ها هم تحت نام یک نفر خریداری میکنن برای اینکه اطلاعاتشون حفظ بشه، برای اینکه به دست حتی سازمان هواپیمایی کشوری یا شرکت هایی که در داخل ایران هستن نیفته، سازمان هایی که در ایران، حتی اداره گذرنامه، و برای اینکه به هر حال اینها ترس دارن که نفوذی باشه بین اینها از اسرائیلی ها. و انواع اقسام شرکت های مختلف دارن. آژانس های مسافرتی دارن در چین، شرکت هایی دارن که تخصصش فقط تامین قطعه هستش. تندر صحرا مثلا یه شرکتی هستش که فکر میکنم یه شرکتی بود به اسم تورنیدو، اسمش هم تورنیدو بود، یعنی اسم لاتین داشت، یه فرودگاه خمینی، و این شرکت تخصصش خرید قطعه برای هواپیمای RJ85 بود و RJ100، و مدیر عاملش هم سفیر سابق جمهوری اسلامی در ونزوئلا. این شرکت سال، اگر اشتباه نکنم، سال 2016 یا 2017 بودش که دنبال قطعه میگشت برای بیایی های ماهانیر، که خب من موقع پیگیر این شرکت بودم، اسمش اولین بار به گوشم خورد، دربارش تحقیق کردم. خیلی از این موارد اینها زیاد دارن. حتی شده ترکیه اینها شرکت دارن، شرکت نیلین هستش در استانبول، شرکت هایی هستش که حتی متعلق به خودشون، مثلا شرکت بلو اسکای بود در ارمنستان، اینها داشتن، تحریم شد، این شرکت رو خودشون منحل کردن، و بسیاری از موارد مشابه دیگه. سپاه پاسداران خودش ایرلاین های دیگه ای هم داره که خیلی وابستگیشون از ماهانیر هم بیشتر هستش به خودش، ولی اون ایرلاین ها آنچنان ارتباطی با ماهانه ندارن، اونها مجموعه خاص خودشون دارن، مثل پویا، هواپیمای پویا، مثل شرکت خدمات هلیکوپتری یاسر، و شرکت هواپیمای پارسیر که درسته که ظاهرا خصوصیه اما ارتباط خیلی بالایی داره با شرکت هواپیمای پویا که متعلق به نیروی هوافضای سپاه پاسداران هستش.